سلام بچه ها، چطورین؟ امروز خیلی خوشحالم. چرا؟ چون که قراره با دوستامون بریم یه جا شب بمونیم، بازی کنیم، تفریح کنیم، خوش بگذرونیم. البته یه چند هفته ای هستش که در موردش برنامه‌ریزی کرده بودیم و خدا رو شکر که امروز همون روزه. قراره با هم دیگه بریم. مهسا اینا قراره با مهسا و هوری و عادل و من و فندقی و مریم باشیم. مهسا اینا رفتن دنبال هوری اینا، ما هم بریم اونجا وسایلامون رو چیز کنیم، با هم دیگه ببینیم که چه چیزایی هست تو ماشین ما جا میشه یا تو ماشین مهسا اینا. بعدم بریم دنبال مریم. مریم خونه خودشونه، بریم دنبال مریم و بعدم بریم اون کلبه‌ای که کرایه کردیم. وسایل رو همه رو جمع جور کردم. عادل داره میبره داخل ماشین. فندو هم اونجا چیکار میکنی؟ فندو، آقا فندو، آقا فندو، گل خشک ها تو داری میخوری دومی؟ نه عادل، بچه در رو باز کردم یه مگس اومد. نه عادل، بریم تو یه چیزی یه با در رو باز کردیم، یه مگس اومد داخل، یه مگس کنده در رو باز کنیم بریم. خود تو اونو چی کار داریم؟ بچه ها بریم، بچه ها منتظره. آقا فندو هنوز چی نشده گرمته؟ آره بابا عادل برات، بابا عادل که برات پنکه زده، بابا عادل که برات کولر زده. دوم آقا فندقی بالشو بریم، مادر برای اون بالت بمیره. من و دم دم داخل ماشین نشستیم بخاطر اینکه گرممونه. عادل رو اینک میخره، خوبه قشنگه. چطور؟ شبیه اون مریمه ولی خرابه. اینجوری خمه میشه؟ نه نه اون چیزه. چیه؟ این ورش ببین، دیدم همین الان دماره. ولی خوبه یه مادر؟ مادرش آره قشنگه. چنده؟ نه برسیم، نه بینجوری قشن خوبه. چو بگی بچه ها دارن اینک میگره. منو دم دم گرممونه، همینجا نشستی از جست پیمانو. ستاره بیا یکی اتفاق بگو خیلی قشنگه. خب بذار برم، منم برم. من پیاده شدم بریم عینک بگیریم. مهسا داره کلا انتخاب میکنه. مریم اونجا داره کلا افتاده. بریم مهسا، چی خوشت اومد؟ آه خوشگله. کلا بگیریم. عادل و پیمانم اون بر دارن عینک میگیرن، منم زدم ولی خیلی حالا نمیدونم خوشم نیومد، ولی شاید یه دورم زدیم. اونا بچه گونه است دوستا. قرمز و مشکیشو داره. ما اینجاییم. بابا بریم کلا رو بس کردی پارسا؟ چجوری بس کردی؟ اون رو ماشنگا این ولی جنسش بده. عادل هنوز داره انتخاب میکنه. آره اینی که پیمانم داد قشنگه ها. چطور؟ نه با اینا خیلی خوب نه. میاد ریون که میاد به من. اون بوده که پیمان برداشت قشنگه. خوبه قشنگه. از هم نخواهد دارم. میشانم میستم که اینجوری آینه به دست. هر پول آینه یه من بدیارتم دارم. هر دو تا مدل بهش میاد قشنگه. بودی بودی جان الان میخریم میایم. چی شده آخه؟ چی شده الان میایم دیگه دو. باشه بابا، باشه بابا، باشه الان میایم دیگه. باشه خب مریم خانوم نیومده، راننده شد هوریه. دخترم اومدن داخل یه ماشین، پسرا تو یه ماشین. بچه ها فقط طبیعتشو ببینید چقدر زیباست، چقدر عالیه. گفتم که یه سمتشو براتون ویدیو بگیرم که ببینید. ماسال زیبا داریم میریم به سمت شالما. آره شالما، اونجایی که یه علاقه شالما.
آره ییلاق شالما، اونجایی که رزرو کردیم. آسمون و هوا رو دیروز بارون بود، خیلی از این ناراحت بودیم که نکنه حالا بارون باشه، ولی امروز هوا عالیه. انزلی که خیلی گرم بود این سمت، ولی یکم بارون اومده اینجا، ولی خب هواش خوبه، هواش خیلی خوبه. ببینید چقدر زیباست. خب مریم، امیدوارم که به زودی یه ماشین موند بالا شاسی بلند عالی داشته باشین، ما رو ببری جای خوب. منم از اونجایی که ترس از رانندگی دارم به خاطر اتفاقات گذشته اصلا سوار نمیشم، علاقه ای ندارم. فکرم یه گاب داشتن میشون. نه بچه فکرم جال پیدا کردم، جال رو پیدا کردم. خب بریم اینجا چه سر راسته، بس خوبه. آره همون قسمتی که منتظر بودیم بچه ها بیان پایین همینجاست. این گاوام همون گاوان، خیلی قشنگه اینجا. ورود کنیم به خونه چوبی زیبا جان. آخه بچه گاو آره چه خوشگله. صندوق ببین، اونم پیش مون بابا شه، جایی نمیره. دومی اینجا رو ببین، فکر کنم آب رودخونه است. نه چقدرم زلاله، چه خوشگله، چه ماهه. به اونم عادل بره، باید برم داخل. برم فلش کن، برم تا عادل میاد. بچه ها ببینید چقدر زیباست، چقدر باصفاست. ما قراره بریم اون بالا، خیلی خوشگله. هم دوختو میتونی اینجا هم بمونی ها. سلام، خوب هستین؟ خسته نباشید. ببینید که من خوشگله. چه میکنه این بازی کن پیمان؟ واو چقدر هم وسیله داره، سنگینه پیمان دیگه، همه رو اونجوری بلند نکن. خب مهسا، منم بیام دیگه کم کم کمک. بریم دو میرم بیاریم فندو. فندو میری خونسرو؟ صدای اینو بزار اونه. دو بیدار این مورد بکنم از تو خوشش اومده، داره نگاه میکنه. فندو شبیه لپ لپه، شبیه لپ لپیه. آقا کجا داری میری؟ آقا فندو، یه جایی اومدیم که هم مرغ و خروس دارن هم اون اردک ها رو بگیر. خیلی بامرزه مامانش، یعنی یه جوریه نزدیک بشین کشته ما رو. نگاه به قیافش نکنی، خیلی به قول بابام برزخ نگاه میکنی. صدای فندو قصه هم میپیچه. ودی جان قراره بریم نون سفارش بدیم با بچه ها. کدوم؟ ما اینجا ما اینو خب توی آش دوغ میریزیم، تمش عالی میشه. من همینجوری فکرم سبزه برمان سبزه. نه سلام. نه اون برم هست کلی. منتظر این فسخل بودیم که غذا بخوره. خوردی فندق؟ بریم بریم دو، منتظر توی ما. بریم غذا خوردی، سیر شدی، گشنت بود. آره مادر برات بمیره، جیکش در نمیاد. اون نعناشو بدونم چقدر تر و تازه هست. کدومه؟ اون نعنا. آه امتینی بچه ها بریم اون بر، اونو میگه مریم نعنا. آره خیلی هر تازه از بارون اومده شسته. بریم اون سفارش بدیم. وای این آبا چقدر تمیزه. آلن بیا برو اونجا عکس بگیر.
و و و و و این خانوم بی تربیت قشنگ ویدیو میگیرم ببینینه شطرنجی کنه. داشتم میرم شبیه این داشمشتی ها موندن. تو میگی چه تعبیری. این هم رفیق ما، همه دوست دارم، ما هم دوست داریم. بیا قشنگ نگاهش کنید. صبح بیاییم اینجا صورتمونو بشیریم. بریم اون گوشه تکیه هم بریم. خب بریم بچه ها، بریم. نون داغ گرفت. دقیقا چجوری میخوری بگو. داری خوب نیست تو دور میمیافته. آره خوب نیست اصلا. ببینم چجوری، دقیقا چجوری. منو ببین. نقشه های بدی نداشته باشا. پیمان نون 11 تومنی رو داری میدی سر کنه. آره این درسته. نون داغ خریدیم. البته نون هم رو سفارش دادیم. این چه خوشیره. بازم امروز حداقل از ویو استفاده کنیم، براتون ویدیو بگیریم. نه بابا تو از سفارش آقا جان این فندو من مادرش امروز خیلی حساسم و شما هی داری میاد سمت ما. مهسا داره کیف میکنه. کیف خیلی عالیه. هم تو را عکس گرفتیم، قراره اینجا هم بکنم عکس بگیریم. پیمان گفت بیایم، ما یه گفتیم نبریم خونه چای بخوریم، بعد شاکی بود. حالا خوبه نمیخواستین بیاین، یعنی دارین عکس میگیرین. این آقا این آقا. آره ولی ای کاش آب رودخونه تمیز بود، بارون اومده. آره خوشگلی که خیلی خوشگله. بلاله شام آدر کردن، گفتیم اول شام بخوریم. چیپس داریم، چی داریم؟ کالباس، نون، اولویه و باقالی. خیلی دوست داشتم. آدر امسال اصلا از این باقالی ها نخرید ما بخوریم. خودش دوست نداره. خود دوست نداری؟ قرار نیست من دوست داشته. منم بیا مریم ببینید چه کرده. اونم که اون تیشرتی که خریده بودم بعدن تو خریدی از من رو پوشیدی. بولشو دادم، بولشو. بیا دامی. خام نمیدونم. چه بساطی داریم ما. پسرم نخور یا عیبه، من بعد به تو میدم. باشه. بود. بابا دلیه زر برای شروس کن. منم یه دونه زخم میاری واسه فندو. اونجوری درست داده نمیخوره، نمیتونه بخوره. زایه میکنه منو میخوره. آره یه چاقو هم بیاری زایه ریز کنم برای الان به مریم گفتم بیاره. بی بچه منو زایه کرد. همه رو که نمیتونی بخوری فندو. بود بساط بچا اسمشو. خب اینا بچا اومدن دو اسم مختلف براش به کار بردن. شما چی میگی؟ خالی دشکن. خب مثلا تو چی میگی؟ چی میگیم؟ خالی دشکن. پشکن. دشکن. فعلاً پشکن. خب شما میگیم آلوچه پشکن. خب این دیگه اصلا عوض شد، آلوچه پشکن. میسم شما گوجه سبز بشکن. آره تو ما چی نمیگیم؟ چی نمیگیم؟ ما میگیم ارو فشکن. آلو یه چیز آلو. ارو فشکن. خب ما میگیم که آلوچه. ما کلن بچا تهرانی ها اکثرا میگن گوجه سبز، ولی ما گیلانی ها میگیم آلوچه فشکن. اون گیلکی میشه فشکن و دشکن، یعنی این که اونجوری بشکن. بعد دو مدل هم داریم، بعضی ها میگن خالی، بعضی ها میگن خالی. ما میگن خالی. خالی خیلی هم خالی. آیا خالی جان اینو بشکن. اجا تخمه. خب بشکنیم. بیرون بخدش یه دونه باید بشکنیم. یه مقدارشو بشکن که به بچه ها نشون بدم چجوریه. آها یه چیزای دیگه هم که هست بگیم، اینه که به این ظرف میگن هوریه.
نمیار. بعد به اون سنگم که سنگ بچه هایی چیز خاصی نیست، سنگ گنده. آلو چهارو سنگ نمیار. آره آلو چهارو اینجوری با سنگ میشکنن بهش نمک و در این آها این مهمه. این باز کن اینو باز کن، تهرانی آواز میگن نمک سبز، ما میگیم درار یا دلار که با نعنا و نمک، اونم با همین سبزی های محلی درست میشه. آره اونم تازه با همین نمکیار آسیابش میکنن خیلی ها که سنتی. دلتون نخواد. آره دلتون نخواد. هوا عالی، ما هم داخل بالکنیم، بالکنش میشه دیگه. آره تلار تلار دیگه نگم براتون چه کیفی داریم میکنیم. همه دوستان خواهد شده. حتی به این حالت در میاد، بعد میتونید نوشه جان کنید. ببینید باشید، این همون آلوچه دشکن چند دست هم افتاد. قسمت نیست اینو بخورم. من چشم بسید آلو فوقلاده است. دلتون نخواهد. خیلی خوبه، خیلی میخواهد. اون صدای میشم بود عالیه. دارم پولی میخورم چه حالی میده. یادمون اومد چی نخوردیم. این دمپایی مالکیه، بپوشم دیگه. یادمون اومد که به تو سیب زمینی زغالی نخوردیم. آتیش به پا کردن. سیب زمینی رو چیکار کردی؟ بگیره حالا تا این زغال بشه. خب ایراد نداره، حالا بندازیم چیز نمیشه. نه نمیشه واردی ها. مرسی، من الان میخورم. روی ویدیو ازتون بگیرم از چهره های شادابتون. سلام. آره چیکار میکنی؟ از وقتی که گوشی دار شدی سرت همش تو گوشی ها، حواست هست؟ نه الان یادآوری کردم. اگه من سمت گوشی نباشه که بخواد فیلم ها رو ویو بزنه. اینا بری چقدر شب قشنگ ها ویلامونه. آره در جریان باشید. ویلامون آره ویلامون پردام جوش داری. چه حالی میده؟ داریم حال میکنیم کنار آتیشی دود میره تو حلقمون. شبرنگ از اینجا برداشتیم. چی اینا؟ بودی؟ بیا ما بشینیم. بودی وای بودی وای بودی وای بودی بودی کباب میشه. بودی نکن. سیب زمینی ها رو گذاشتیم زیر این زغالا، البته گذاشتیم که ما نذاشتیم، میثم زحمت کشیده، اون دوتا مهندس هم در مورد چیزهای فلسفی دارن صحبت میکنن در مورد اوشو اوشو. خیلی هم عالی. صفا دمدم هم بله دیده قارچه داره میاد. بفرما آقا فندق بفرما. آره به خاطر اینکه ارتفاعش کمه. چایی هم دم کنیم. سیب زمینی سوزه تا اینجا امروز چطور بود مهسا؟ عالی عالی، خیلی به اون خوش گذشت. آره خیلی اون بخش آلوچه فشکن و اون بازی که دیگه معرکه بود. این بخش هم عالیه، خیلی داره به ما خوش میگذره. هوا هم که خیلی خوبه. گر 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 گر. آخه ما در برات بمیره، تو چرا اینکه گور میزنی بچه؟ تو چرا اینکه گور میزنی آخه؟ ها چیز خلوم به؟ چیز خلوم به؟ برنج گذاشتیم، همه چیمون براهه. آره همه چیمون براهه این پشت صحنه. یعنی این آقایون سر و تهشون رو بزنی همه شون یه کرباسن یه کالباسن یه چیز توی مایار. چند دفعه به عادل بودم، عادل این پکنیک رو گاز بزن، من که خیلی وارد نیستم تازه ببرم سنگینه.
گفته باشه اومدیم، قرار شده که برنج رو وقتی رفتیم بیرون کنار منقل بذاریم مثلا روی پکنیک این آماده بشه دم بیاد، از اون برم ما کباب رو بزنیم. پکنیکمون تموم شد، صبح زود بیداریم به خاطر اینکه فندق شروع کرد. هرچند واقعا اگه فندق نمیخوند ما چیز نمیکردیم، من که بیدار نمیشدم، فندق شروع کرد خوندن دیگه ما بیدار شدیم. منم برو از اون سمت بگیر که روشنایی روز و صبح هم داشته باشم. بچه ها آدینا رو ببینیم ساعت صبحونه تا یک کم به راهه. من نمیدونم املت نون محلی که دیروز رفته بودیم سفارش دادیم، یه زال من میخوام یه رو داغ عسل خرما و دوستانی که گشنه‌شون رو به خاطر ویدیوهای ما انتظار کشیدن تشکر میکنیم از همه. دم پیمان گرم، آده میستم که نون رو رفت گرفت بیدار شد، مریم که دو ساعت داره آرایش میکنه. من خوبونم برم. آره من و مهسا ویدیو هست، بعدا درخواست ویدیو چک میدیم نگاه کنید که کی داشت کار میکرد. ساعت یه رو به یکه، ما وسایلمون رو جمع کردیم و آماده رفتنیم، عکسامون رو گرفتیم. خیلی زود گذشت واقعا، همه رفتن فقط من موندم. دومی هم اینجاست، مادر قربون سفره. بریم دیگه، دیر شد. بچه ها وسایل رو برداشتن، کیفم بردارم برم. بریم فندو، بریم دو بیا پسر قشنگم. چه گرم شده هر رو بین همه چیش خوب اندازه. دیگه داریم میریم. آره بریم تو طبیعت. خیلی خوش گذشت، خیلی خیلی هم زود گذشت، واقعا زود گذشت، حیف شد. شما دست هم نکنه، مرسی. دست شما در نکنه. مریم به زمان خودش اومدیم آبشار چسلی. قبلش می‌خواستیم بریم به سمت جایی که رودخونه داشته باشه، فعلا پیدا نکردیم. چشممون به این آبشار خورد، با بچه‌ها اومدیم کلی عکس گرفتیم. بیاین که ببینیم. بچه ها ما یه جایی رو پیدا کردیم بالاخره، چون پایین تر یه جایی اینجوری خیلی چوبی خیلی معمولی بود، گفته بودن که 50 تومن. ما گفتیم واقعا ارزش نداره، بخوام تازه 70 تومن دیگه. گفتیم که بیام یه سمت دیگه، سمت رودخونه که بتونیم راحت باشیم، چون خب تعدادمون زیاده. بعد از غذا میخواییم استراحت کنیم، بازی کنیم و اینا. واقعا اونجا خیلی هم فضای مناسبی نبود برای موندن. دیگه پیدا کردیم. دومی هم تازه یه کوچولو داره غذا میخورده، مادر به قربونش بره اون زیره، بچه ها دارن وسایلا رو میارن. من نمیدونم هیچ کاری نکردم ولی خستم. مریم، حوریه، اینم از زیراندازا. آقایون هم که اونجا دارن وسایلا رو هم میکنن. چیکار میکنن؟ خب ما دیگه کار خاصی نداریم، برنج هم که گذاشتیم قسمت جوجه کباب میشه که جوجه و چنجه است، چنجه نه دنده است. دنده
آقایون باید سیخ بکشن و برنجم که هست و ما مخلفاتش رو حاضر میکنیم. یکم بریم سمت رودخونه بهتون نشون بدم که چقدر بسا خوب فکر کنم فندوق افتاده. آقا قضای فندوق هم میاری چمدونشو. بریم سمت دریا. دریا بریم زن خستم، باور کنید هیچ کاری نکردم ولی خستم. اولین کاری که آقایون انجام دادن این بودش که آب معدنی و نوشابه و دوغ رو بذارن خنک شه. هندوونه هم اونجاست، سنگ گذاشتن روش که نیفته. اینم از طبیعت بکر و زیبا. پایینتر گوسفندا هم حتی بودن، خیلی زیاد بودن. جا بر نشستن رودخونه خیلی مسیرش قشنگ بود، ولی خب جا اینجوری نبود که بتونیم خیلی راحت بشینیم. اینجایی که انتخاب کردیم عالیه به نظرم. هوا هم خنک‌تر، امروز یکم گرم شده بود، بعد شاید یکم اومدیم آب بازی. ببین اصلا کلا چند تا تیکه مرغه که هر کس به تعداد آره. قراره باشه یه دونه باشه دیگه همونه ببین. آره اونطوری بهتره. آره آره آره. اینم بزرگه؟ نه فکر نکنم نفر یه سی فکر نکنم، ولی خب سیخش خیلی زیاد باشه تعداد اون تو تعداد مرغه. بچه ها دارن بسیت نهار آماده میکنن. بعضی ها خانوم ها قراره مخلفات آماده کنن، آقایون فکر کنم قراره مرغ حاضر کنن، مرغ و گوشت. مادر براش غش کنه. آخه ببین عاشق اینم اینطوری با پاش پاکو کنار میزنه، بود بودم میکنه. بود بودی پسر زیبای من، مادر قربونت بره الهی. ماسا ماسا تو به حرف من گوش کن ماسا. ماسا تو به حرف من گوش کن، یه برو مخلفات حاضر کن. چی بیارم؟ بونی دارم فکر میکنن که چی زدن، در حالی که هوریه از من پرسیده بود چی بزنم. زعفرونه، پیازه، دلمت که الان دلمت نزده، چرا سس داره، روغن داره، نمک و فلفل و آب لیمو. دستورشو قبلا گذاشتم نگاه کنید. ماس یا سس هم میزن. آره حالا این پیمان ما، بهش گفتم که آقا نفر یه سیخ بزن، شما بگید که این کارش درست بوده یا نه. ما هیچ وقت بالو کتف و تو این مرغای اینجوری فیله نمیذاریم، خب به خاطر اینکه زمان پخت بال و کتف فرق میکنه، فیله هم فرق میکنه، این که خیلی سریع آزاد میشه. بعد این آقا که میبینی ببینی چی کار کرده، واسه هر کدوم یه بال گذاشته، در حالی که بابا بال نمیذارن که رستورانیه. آقا نظرتون رو برام کامنت بذارید که آیا این کار رستورانیه یا نه. بله. و رستورانیه کدوم رستوران؟ لطف کنید آدرس آدرس رستورانم برام بذارید، من حضوری برم ببینم چرا این کارو میکنم. چون زمان پخته
این بالوکت فرق داره، بعد فیله هم که اصلا عالیه. بعد اصلا با آدم این بالوکت با پای منقل میخوره اصولا. والا ما براش آنمون براش برنامه چیده بودیم، ولی خب دیگه این کیمان خان برنامه ما رو برمید چی آده این تیالا زوغم میکنه که من این کار کنم. نه دلمم زده، دلمم زده، کارا داره خوب پیش میره. مهسا هم مسئولیت مخلفات رو داره، هم تست کردن مخلفات. اون شوهرت رو ببین آخه، ببین چی کار کرده با برنامه های ما. بالوکت با اشتباه زده دیگه، ما میخواستیم پای منقل اونجوری داغ داغ بخوریم، اومده ما بین زورش هم اومد که قاطی کنه. آره پوری هم اونجا مجروح اومد لیوان بشوره افتاد پایین. مریم هم داره پیاز درست میکنه، هر کی مسئولیت چی. گردو هم میکش مسا، گردو و پیاز هم واسه این میذاشتی، برای عکس خیلی عالی میشه. باقالی خیلی زیاده، کم کنم؟ آره باقالی تو اون ظرفا به نظرم بریز. خب برای عکس این قسمت مثلا پیاز و همه مخلفات باشه خوبه، چون همه نمیدونن. باز میذارم جانشو، من بمیرم، من جان این پسر بمیرم که یه جای خوب پیدا کرده داره خاکبازی میکنه. چشمتو قربون بشه مادر، مادر چشمتو قربون بشه. وای خدا وای خدا، چه پسری دارم. وای خدا وای خدا، پسر دارم ماه نداره، پسر دارم شاه نداره. جانتو بمیرم. حالا مریم ببین پسر قشنگم سکام کنه، جانتو بمیرم. آره بکنم دیگه دوغ و نوشابه اینا خنک شدن. اون سمت یه جای بحال پیدا کردم میبرم اسو، خیلی قشنگه اون سمت. دارم به مرغ کره میزنن. آره مرغ درست میشه جوجه، میتونید به این حالت مزه دارش کنید. طبیعی رستوران ها، اول اون رستورانی که پیمان گفت نه، اون رستوران اکسید پلاستیکی، اون رستوران به یه رفتش دیگه درست میکنه. دیگه جوجه شده، باید اون یکی رو بچه ها چیز رو میاری؟ آره آره مثل هم میاری؟ این هم بزن، نه بابا چیز رو بیاری، گوشت رو بیاری. الان اینا رو جمع میکنیم. آره اینا رو بذاریم، مریم اینا رو بگیم. خب گوشت رو بیاریم دیگه، بردار کناره بیار. خب گوشت رو بچه ها، روش مزه دار کردنه شیشلی جوجه کباب رو گذاشتم. حتما نگاه کنیم این حله. میدونم یه ذره میخوام بخور بشیم. خب بمونه برای بعد. ستاره جون داره برامون برنج میریزه، خیلی هم عالی. سینی بزرگ نیاوردم، داشتم آفه کردم بچه هم میارم. اشکال نداره، همینجوری سنتی و عشق است. خب آقا بدونه از اینا اونم کبابمونه، اونم بذار برای میسم، اونم برای میسم بذار. جوجه آره همونجوری بذار، میسم بذاره دست دنه. خیلی هم عالی، واو چه برنجی شده. هر کی با خودش روی دو لیوان برنج آورده، ولی در مجموع خوب از آب در اومد. خیلی عالی شده. من گوجه نمیخوام، گوجه نمیخوام. من میشه این بالداره رو بگیرم. بالداره همینجا کارا رو میکنی. بیا همه داره، یه چیزی داره. اینم مخلفات میشه.
مخلفات رو داشته باشید، گردو و پیاز و باقالی. پیمون اول اینم استاده، آره. گوجه نکنه آدل، بیا آدل. اینم مریم جون، عالی. پیمون بده اشخابتو. آره تعدیه کمارا بهتون میدم. خوب باشه. فندقی کجاست؟ چرا قشنگ کجا رفته؟ آه بزن نیست پس موده برسه. فندقی هم فندقی اینا مریم عالی عالی. آه گرم خواب بودیم، این بارون یعنی اصلا حالی از ما گرفت، قلبم وایسادی. خود دیدم بارون داره میاد، ما هم که کلی وسایل داشتیم دیگه، سریع بیدار شدیم و وسایل رو جمع جور کردیم. آدلم با اون چاقو بیا کیک رو ببره. آدل با چشم مرسش چاقو گرفته دستش، میخواد کیک رو ببره یا نبره، ببره ها ببره. آدل باریکلا، به من فکرم الان یه دونه میخواد دوباره، باریکلا. آه ما ماشالله، یه دونه رو در بیار ببینم بچه ها، یه دونه در بیار ببینم. بچه ها ویو رو داشته باشید، خیلی عالیه. ولی ما داشتیم میرفتیم دیدیم که بچه ها ازشون خبری نیست دیگه، گفتیم که یعنی من نگفتم، چون گفتم مهسا اگه چیزی باشه زنگ میزنه، بنده خدا پنچر کرده بودن. ما برگشتیم ولی خب اینجا هم که کسی رو پیدا نکردیم، موندیم که آدلینا برن قسمت یه جایی رو پیدا کنن که بتونن حالا یه چیز بگیرن بیارن لاستیکو عوض کنیم. بعد اون بنده خدا اون ماشین رو ببینید اونجا، خیلی لطف کردم واقعا، آدمای خوب همیشه کجا. آره همه جا هستن. چی هستن؟ بگو بچه کجا؟ آه بچه انزلی هستن، رفته بودن پیمانینا بپرسن ببینن از این چیزا دارن، چون چی بود آچار چرخ ما به این ماشین نمیخورد. آره نمیخورد و دیگه اونا دیدیم اونا هم پرایده، رفتیم صداشون کنیم. مثل که من که نرفتم، حالا اگه میدیدم پلاکو باز شاید مطمئنا صدا میکردم. دیگه نتونستن اینو باز کنن، رفتن تا اینکه میثم زحمت کشید رفت به سمتشون و گفت اومدن کمک کردن. حالا ما منتظریم. فندقی هم داخل ماشینه، فندقی هم گذاشتن برای ما. دومی دوم خوابیده. اینم دوست قشنگم درست میشه بابا، منم یه خاطره داشتم از این قضیه. اینم هوریه، شبیه این چیزا دو صندلی میذارم اینجا میشینه. لذت میبره. من ماشینا رو میشمارم. آره چند تا رد میشه. ولی چه ویوی داری هوریه، ویو پشتت عالیه. اینم که منم با من. آره خدا کنه، آره با من خدا کنه زود بیان که شب نشه، زود عوضش کنیم و بریم دیگه. بچه دیشب خیلی دیر رسیدیم خونه، تا آدلینا لاستیک بگیرم بخوام بیان لاستیک رو عوض کنن و برگردیم طول کشید. اول باید مریم رو میرسوندیم که سمت خونه مریم اینا رفتیم، بعدم دیگه هوریه رو رسوندیم. فندوق هم خاکبازی کرده بود شدید، یعنی نمیشد بیارمش خونه چون باید حمومش میکردم. فندوق هم بردیم کارگاه، با مساینا خدافزی کردیم، مساینا رفتم، ما اومدیم خونه. انقدر که دیر بود چون ساعت 1 رسیدیم خونه، دیگه ظرفا و لباسا رو اصلا نمیتونستم بشورم، همینجوری گذاشتم. رفتم دوش گرفتم و دیگه خوابم برد، اصلا نرسیدم که بخوام باهاتون خدافزی کنم و تشکر کنم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید، امیدوارم که شما هم مثل ما لذت برده باشید. نمیدونم، من این احساسو دارم که واقعا اینطوریه، وقتی آدم توی جمعی هست و خیلی با آدم خوش میگذره زمانم زود میگذره. دیروز خیلی زود گذشت،
و اونقدر که فکر میکردیم مثلا طولانی نشد، دوست داشتیم بازی کنیم، کلی کارهای هیجان انگیز انجام بدیم، ولی واقعا وقت نشد. مخصوصا قسمت آخرش که بارون گرفت و دیگه ما تونتون وسایل رو جمع کردیم که بخوایم برگردیم. خیلی خوب بود، امیدوارم شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین، دوست داشته باشید. من دیگه از صبح مشغول کارا بودم، خونه رو تمیز کردم و اینا، تازه نشستم گفتم ازتون تشکر کنم. دوست دارم که شما مثل ما با دوستاتون، با خانواده، با کسایی که خیلی بهتون خوش میگذره از این روزات داشته باشید. عاشقتونم، تا ولاگای دیگه، خدا نگهدارتون. یادتون نره حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، کلی ویدیوهای قشنگ و عالی داریم براتون. خدا نگهدار.